سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر. خوش اومدین. اگر کتاب مقدس همراهتون هستش، کتاب خروج 35 21 تا 29 رو قراره که بخونیم. یکی از دعاهای من هستش که روح خداوند زمانی که موعظه میکنیم بیاد توی قلب آدم ها بشه. وقتی که روح خداوند من و شما رو بتونه نوازش بکنه، من و شما تغییر میکنیم و عوض میشیم و یک معجزه هست. شما میتونید مصاحبه گرگ میشل، کشیش گرگ میشل، الان دیگه پسر کشیش میشل هستش که تازه از دنیا رفتن و قراره که ایشون جایگاه ایشون رو بگیرن و نشون میده که چجوری روح خداوند در زندگیش تغییراتی رو ایجاد کرده و چه اتفاقاتی در زندگیش افتاده. وقتی که توبه میکنه بعدن متوجه میشه که نمیخواست اول واقعا کشیش بشه. تا 14 سالگیش آدم پررو بوده، مواد مخدر استفاده میکرده، پلیس میگرفته. میگه من آماده این نبودم که بخوام توبه بکنم. رفتاشی مداری که خب من میدونم خداوند هستش ولی نمیخوام که توبه بکنم، گفته که. و شنبه شب بوده، توی مراسم شنبه شب گفتم آخر سالون نشسته بودم، میدونستم که باید جلو برم برای اینکه روح خداوند رو احساس کردم. نمیخواستم. وقتی که داشتن صدا میکردن احساس کردم که باید این کار رو انجام بدم. بلنش نمیستدم رو صندلی، رفتم جلو. وقتی که اومدم جلو سجده زدم و عیسی مسیح رو دریافت کردم و یک تجربه بسیار قوی از خداوند احساس کردم و بعد از اون دیگه گناه‌های بزرگی نشدم و خداوند زندگیش رو به صورت قوی نوازش میکنه. زمانی که اومده بود جلو، چند سال بعد زمانی که 18 سالش بوده و خانم 16 سالش بوده، نمیخواست واقعا جایی فرستاده باشه، نمیخواست کشیش باشه. حالا یه جلسه بود راجع به موزه پدرش و اونجا بود که خداوند دوباره در روح نوازشش میکنه، گفته و خداوند بهش گفته که باید برای من موزه بکنی. دوباره این کار رو نمیکنه ولی در نهایت خوشو میسپره به حرف خداوند و میره جلو. و بعد میره خونه، ببخشید، خودش دعا میکنه و میگه که پدر من میخوام که کشیش بشم. و پدرش بهش گفته که الان قراره میبینی اینجوری و شما میدونیم که واقعا کشیش میشه چجوری، عکس عمل نشون میده. ولی تمام اینا اتفاق افتاد زمانی که روح خداوند نوازش کنه. من و شما هم اینو نیاز داریم. ما همه چیز رو میدونیم. ما میدونیم که واقعا روح خداوند باید ما رو نوازش بکنه. ما هم میتونیم همه چیز رو از نظر تئوری بدونیم ولی اگر روح خداوند ما رو یه بار نوازش بکنه یا عکس عمل نشون بدیم به روح خداوند، چیزهایی تغییر میکنه که میتونه ما رو عوض بکنه. حالا ما داریم که با مرور خداوند چجوری حرکت میکنه و میخواد که آدمها رو هدایت بکنه، کمک بکنه، امید بده و اونجاست که ملکوتش رو میسازه. خداوند خودش داره کلیساش رو میسازه. توی روزهای آخر میخواد کلیساش رو بسازه و روح خداوندی که در حرکت هستش زن و مردها رو به سمت خودش میکشه و در قلب آدم ها حرکت میکنه تا تصمیم بگن تا خودش رو به خداوند بسپارن و اجازه میده که این آدم ها بلند بشن. وقتی که کتاب خروج 35:21 رو میخونیم میتونیم بگیم که یک ملاقات بود و میبینیم که خداوند چجوری کلیساش میسازه. وقتی شما میای اینجا و میبینید آدم ها دارن کارهای متفاوت رو انجام ده، هر کسی انجام میده برای اینکه روح خداوند نوازششون کرده و در این کار رو میکنن و خداوند میخواد که کلیساش ساخته بشه با روح خودش. و میخوام بهتون بگم که قلبتون رو باز بکنید برای خداوند. این بخش دوم موعظه چهارشنبه در اصل میتونه باشه که روح خداوند و روح قدوس چجوری میتونه من و شما رو راهنمایی بکنه.
حالا دارن خروج 35 21 رو میخونه تا 29. حالا میخوای نگاه بکنیم به روح خداوند که میخواد در روح من و شما یه چیزی رو بذاره. دیروز افتادیم توی خیابون برای بشارت دادا، گفتیم که عیسی مسیح اومد تو قلب ما تغییر کرد، حالا میگه شهادت داره. حالا یکی ازم پرسید حالا واقعا از کجا میدونی که واقعا خداوند؟ این سوال خوبه که اینو بپرسه، خیلی خوبه. خداوند روحه، ما ایمان داریم. شما از نظر جسمی یک آدم که روح رو دارید، وقتی که روحتون رو باز بکنید برای عیسی مسیح، وقتی که روح شما شهادت بده که روح خداوند هستش، اونجاست که متوجه میشین که واقعا روح خداوند در وجود شما هستش و روی زندگیتون اومده. و این عکس العمل چیزی هستش که خداوند بهمون نشون میده. خداوند یه چیزی در قلب شما تختیم میکنه و اونجاست که متوجه میشید که تغییر کردین. رومیان 8 15 و 16 چه کسی اینجاست که فرزند خداوند باشه؟ روح خداوند شهادت میده در روح شما که روح قدوس هستش. روح قدوس با روح ما قاطی میشه و ما میتونیم روح خداوند رو دریافت بکنیم. روح خداوند بیشتر برمیگرده به اینکه شما وجدان دارین، متوجه میشین که شسته شدید و گناهانتون بخشیده شده و روح خداوند داره حرکت میکنه، قلبتون رو باز میکنه و خداوند خیلی چیزها رو روی روحتون میذاره تا شما بتونین خواست خداوند رو انجام بدین. توی بابی که خوندیم راجبه خیلی چیزها صحبت کرده. خداوند میگه که چجوری کلیسا ساخته میشه. اینجا برمیگرده راجع به بخشیدن. ولی موضوعی که امروز میخوام بکنم راجع به این نیستش که بخوام راجع به پول صحبت بکنم. اگه بخوام به کلیسامون نگاه بکنم، میبینم که واقعا خداوند چجوری در روح اونها حرکت کرده و این زن و مردها و حرف خداوند گوشن و خداوند خونه خودش رو میسازه. این خیلی خاص. وقتی بخوام به این نگاه بکنم، خداوند هیچ کسی رو تحت فشار قرار نمیده بخواد کار رو انجام بده. خداوند برای خواسته من شما ارزش قائله، نمیخواد ما رو تحت فشار قرار بده. ولی روح خداوند حرکت میکنه در قلب آدم هایی که میخوان به حرف خداوند گوش میده. کشیش میشیل که الان سرگروه کلیسای ما هستش، اون برای همه دعا میکنه، نمیخواست واقعا به حرف خداوند گوش بده، نمیخواست که واقعا توبه بکنه، نمیخواست که روح خداوند وارد زندگیش بشه، ولی توبه میکنه و خداوند میدونه که چجوری باید با ما ها تقسیم بکنه یا تغییرات رو انجام بده و ما رو صدا میکنه. زن و مردهایی هستن که به حرف خداوند گوش میدن و بلند میشن و خواسته خداوند رو انجام میدن. حالا تو بابی که خودی برمیگرده به بخشیدن یا هدیه دادن. خداوند خیلی از آدمها رو از نظر روحانی نوازش میکنه تا بخوام ببخشن، یا خیلی از آدمها رو بهشون تلت میده، خیلی کارها رو انجام میده. خیلی از آدمها خوبن که بخوام موسیقی بزنم
من رافل رو دارم که داره کامپیوتر کار کامپیوتر انجام ده. من بهش نگفتم که کار لایف رو انجام بده. من خیلی خوشحالم که روح خداوند باهاش صحبت کرد که این کار رو انجام بده. خداوند رو جلال میده بخاطر وجود رافل باید گفته بشه راجوش. خانومش هم انجام میده با هم دیگه هستم. من هیچ ازشون نخواستم. این دقیقا روح خداونده و این کار رو انجام ده. حالا میگی که حالا اینا دارن چی کار میکنن و اونا واقعا چی کار میکنن، اون چرا رفته توی مهد کودک، حالا چرا مرده این کار رو میکنن. نه ما این کار نمیکنیم. کشیش اینجا چی کار میکنه؟ نه خداونده، روح خداونده که آدمها رو میخواد که این کار انجام بده. اگر نگه داریم به بخش چیدن یا هدیه دادن، خداوند ما رو میخواد که بخوایم از نظر مالی در رو باز بکنیم و بخوایم ببخشیم. حتی میتونه بخشیدن تالنت بشه که بتونیم این کار رو بکنیم و به صورت آزاد بخوایم این کار رو انجام بدیم. دنیس و خانومش رفته بودن مسافرت، گفتن که حالا که میریم مسافرت برای رستوران هایی که میریم اونجا، برای کسی کارگری که میان برامون غذا رو میارن، قراره که هزینه رو پرداخت بکنه. این کار رو میکنن. حالا آخر هفته چی شد؟ رفتن بیرون غذا بخورن. کسی که واقعا نمیشناسه 100 یورو میذاره اونجا، میگه که غذای شما پرداخت شد. واقعا این چجوری کار میکنه؟ چه کسی دلش میخواد این اتفاق بیفته؟ روح خداوند واقعا میاد بهش میگه که تو آزادانه این کار انجام بده و خداوند بهش پاداش میده. روح خداوند ما آدم ها تقسیم کنه و ما واقعا اینو چه کار میکنیم. حتی میتونیم تالنت داشته باشیم، میتونیم که هزینه بخوایم درآمد داشته باشیم و بتونیم برکت رو زیادتر بکنیم در خانه خداوند و به حرف خداوند گوش بدیم. اگر کتاب خروج 36:1 میگه که کتاب خروج 35:29 میگه که روح خداوند اونها رو آزاد میکنه. کلیسا این هستش. مذهب این کار رو نمیتونه بکنه. مذهب اصلا زنده نیست. هیچ روحی وجود نداره. یه روح مرده است. هیچ کسی رو جهت نمیده. مذهب آدم ها رو سریعا جهت میده که برن خونه. حالا تموش آخ جون میریم خونه. ولی روح خداوند آدم ها رو به سمت خودش میکشه و قلبشون رو باز میکنه و بخواهی که واقعا میخواهی چی کار بکنه. خداوند شما رو تحت فشار قرار نمیده، ولی میخواد شما با روحش حرکت بکنید. میتونیم بگین که حالا چرا خداوند این کار رو انجام میده؟ من نمیدونم. خداوند هر راه خودش رو داره که چی کار بکنه چی کار نکنه. خداوند میخواد زیر بالای سر زندگی ما بشه و میخواد خونه رو بسازه، میخواد خونه رو بسازه، ولی میخواد که شما کمک بکنی. شما برای هیچی شما رو اینجا نیورده. شما رو دوست داره، شما رو میشناسه، میدونه کجا ریشه داره، کجا نیاز به امیدواری، نیاز داری که آرامش داشته باشی تا روح خداوند در قلب شما حرکت بکنه. هر روح خداوند بعضی وقتا حرکت میکنه که چجوری خشونتتون رو کنار بذارید، تنفرتون رو کنار بذارید، وزنهایی که رو دوشتون هست رو چجوری بتونید برشون دارید. روح خداوند درون قلب ما حرکت میکنه و اونجاست که خداوند کلیساش رو میسازه. خداوند با تلت ها حرکت میکنه. خارج از این که بخوای هدیه بدی به کلیسا، شما میتونید کاری انجام میدی که بتونه کلیسا حرکت بکنه. ما داشتم دعا میکردم. ما یک کلیسای بسیار زیبایی داریم. بسیار من خوشحالم راجع به این اتفاق. روح خداوند میتونه آیا حرکت بکنه که آدم ها بتونن بلند شن که بخوان خودشون رو کاری انجام بده. یکی میتونه بگه روح خداوند داره حرکت میکنه تا با آدم های که سنشون بالا هستش و خونه هستن نگاه بکنه. آیا چیز عجیب برای بگفت؟ آیا روح خداوند میتونه اینجا حرکت بکنه؟ شما نور این دنیا باشین تو این زمان تاریکی. آیا روح خداوند میتونه حرکت بکنه؟ میتونی شما یه کلوب رو شروع بکنی، به همسایه ها بری، من دیگه چای یا قهوه بکنی و اونها رو بشارتشون بده، شهادت بدین. من میگم که کلیسا فقط باید کلیسا با امان کلیسا باشه. ما باید واقعا سوشیال باشیم و رفتارمون با آدم های دیگه خوب باشه و روح خداوند میخواد در حرکت بکنه. خداوند با آدم ها تلنت میده و تلنت هایی که ما بتونیم ازشون استفاده بکنیم. کتاب خروج 36
دو زمانی که موسی داشت اون قایق رو می ساخت، دارن راجب باب رو می خونن. 36:2 خیلی وقت آدم ها هستن که میان تو کلیسا مو قبل از اینکه ما کلیسا رو دریافت کنه. خیلی آدم های بودن که واقعا آدم های که میتونن همه کار انجام بدن و خداوند واقعا این را انجام میده. خداوند این کار رو میکنه که ساختمونش ساخته بشه، آدم ها رو میشناسه و میخواد که ازش استفاده بکنه و آدم های هستن که بتونن آدم های دیگه ازشون چیزی رو یاد بگیرن. کتاب خروج 35 فکر کنم 4 و 5 معلم ها یا کسایی که هستن اینجا به درس میدن اجازه میدن که آدم ها یاد بگیرن بتونن که تقسیم بکنن و با آدم های دیگر انجام بده. ما گروه موسیقی و پرستشی رو داریم، سایت رو داریم، مراجعه کسایی رو داریم که بخشنده هستن و میسازن و اینجاست که روح خداوند تو بابی که خوندیم میخواد که آدم ها هم بخشنده باشن و هم روح خداوند رو بسازن و اینجاست که عیسی مسیح برمیگرده. وقتی که خونش رو میسازیم اینجاست که یک معجزه بسیار بزرگ اتفاق میفته و عیسی مسیح برمیگرده. حالا میبینیم که چجوری روح خداوند اتفاق میفته. حالا یکی واقعا قوی نوازش میکنه، حالا من این کار رو اون کار رو میکنه ولی برای یکی دیگه یه جور دیگه هست. خداوند راه و روش های خودش رو داره. خداوند واقعا خداوند به هر روشی که داره میخواد که هزینه بکنه و میخواد که واقعا برای من و شما حرکت بکنه و همه چیز جور دیگه میشه. حالا میخواییم به دوباره نقطه نگاه بکنیم که چجوری ما با روح خداوند یکی میشیم. در زبان یونانی روح میشه اوخ، یعنی مثلا هوا. اگر روح خداوند شما رو نوازش بکنه واقعا یه تغییر درتون ایجاد کنه، ما رو شاد میکنه، هیجان انگیز. آرزوی خداوند این هستش که ما بتونیم هیجان داشته باشیم تا بتونیم خودمون رو روش بریم. آیا کلمه تعالیم عالی رو شنیدین؟ یعنی که شما میخواین روحتون روش بکنه تا بتونین هیجان داشته باشین برای خداوند. خداوند میخواد روح شما رو پرورش بده تا بتونین در شادی روح خداوند بمونید. یعنی چیزهای روحانی داریم صحبت میکنیم. حالا اسمش رو یا گوگل رو اگه توی آتیش بندازیم به زبان یونانی اسپریتوس میشه که همون میشه از نظر روحی. وقتی که این رو توی آتیش میندازیم یوهو شروع میکنه به جرق زدن و آتش رو زیادتر میکنه. برای همین این کلمه رو استفاده کردن و در زبان یونانی بهش میگن اسپریتوس که همون روح القدس هستش. خیلی از آدم ها فهم که من دلم میخواد واقعا این کار رو بکنم، کشیش گرگ میشه، واقعا نمیخواد واقعا کشیش بشه، ولی روح خداوند اون رو رشدش میده، پرورشش میده. ولی روح خداوند زمان طولانی باش مشغول بود که بخواد که این کار رو بکنه و یه موقعی به این تاثیر رسید که حالا بعد اکثر عمل نشون بده و رو زندگیش رو به خداوند نشون و روح خداوند حرکت میکنه. ما میتونیم روح خداوند رو با غرورمون رها بکنیم به خاطر خواسته خودمون، به خاطر غرورمون و خودخواهیمون، یا اینکه بهانه بیاریم بگیم که نه خواسته خودمون جلوتر هستش. ولی روح خداوند ما رو میخواد که واقعا پرورش بده ولی ما میتونیم جلوش رو بگیریم. حالا به هر دلیلی ما خیلی عقب میکشیم، شرایط سختی که داریم، شریر همیشه اونجا وجود داره که بخواد من و شما رو نوازش بکنه تا آتش خداوند رو درونمون خاموش بکنه. میخواد که اون شمعی که درونمون داره میسوز از عیسی مسیح رو خاموش بکنه. حالا به هر دلیلی که هست، اول تسالونیس 5:19، رومیان 8:14. حالا چه چیزی ما رو با روح خداوند یکی میکنه؟ یعنی روح خداوند شما رو میتونه با خودش ببره یا جهت بده. شما به خداوند اجازه میدین که توی زندگیتون جوری حرکت بکنه. خیلی وقتا خیلی چیزها گفته میشه، چیزی که شما میگین که خدای شما میدونین چیزی بهتره برای من تا
اون چیزی خودم بدونم، نه اینکه شما بخواین معتاد خداوند بشین. نه، شما آزادین که تصمیم بگیرین، ولی شما تصمیم میگیرین که خداوند شما رو جهت بده. راه بگین که خدای هر چیزی که شما میخواین از زندگی من اتفاق، یعنی که جسمتون رو میکشین و در روحتون زندگی میکنین. نمیگم که واقعا چاقو برداری خودتون رو بکشین، شما مشغول هستین که به آرزوهای جسمیتون دیگه توجه نکنین و اجازه بدین که روح قدوس درتون حرکت بکنه. و چیزی که چهارشنبه راجع به یعنی که شما حساس باشین برای روح قدوس، انتخاب میکنین که خودتون رو به خواست خداوند بسپارین و میخواین که واقعا گوش بدین اون چیزی که خداوند به شما میگه. عیسی مسیح که از سخت‌ترین شرایطی که داشت، زمانی بود که میخواست به صلیب کشیده بشه، جایی که تو خور خطا بود، زمانی که میخواست صلیب به صلیب کشیده بشه، یکی از شرایط سخت زندگیش زمانی که خادم بود این بود که میخواست خواست خداوند انجام بده. سه تا مردی بودن که میخواستن که به صلیب کشیدن، میخواستش به خود سه بار سختش بود که بخواد که خواسته خداوند گوش بده و شروع کرد به دعا کردن، خدای خواسته من خواهد خواسته شما. چه کسی میخواد که خواسته خداوند تو زندگی تو بار بده؟ یه وقت تو زندگیمون هستش که سخته، باید تلاش بکنیم. خیلی از آدم های هستن که خونه نیستن و شریر شما رو ضربه میزنه، پا شما رو فریب بده که کار دیگه رو انجام بده. برای حتی عیسی مسیح هم در دعا برایش سخت بود که بخواد حرف خداوند گوش بده، ولی در دعا تونست این کار رو بکنه و پیروز شد. چیزی که امروز صبح توی کتاب توی بایبسی راجبش صحبت کردیم، زندگی مسیحی مثل ورزش میتونی، شما میتونی انتخاب میتونی بکنی که چقدر میتونی واقعا چقدر ورزش بکنی. یه بار در هفته میرم برای سلامتی، حالا دو بار میرم برای اینکه میخوام واقعا قوی بمونم، حالا یکی میگه سه بار میخوام برم برای اینکه میخوام زندگی خوبی داشته باشم، یکی میگه میخوام چهار بار بشم میخوام برای اینکه یک ورزشکار بسیار خوبی باشم. زندگی مسیحی هم دقیقاً همینطوریه. شما میتونید تصمیم بگیرین که چقدر میخواد جلوتر بری با خدا و میشه و انتخاب شما، شما حق انتخابش رو دارین، ولی از جهت دیگه میتونید انتخاب بکنید حالا چی خدا من میخواد که شما انجام بده، حالا خدا من چقدر میخواد که شما جلو بریم. بعضی وقت ما تصور میکنیم که من نیازی شدن بزرگی بشم، شاید شما یه روزی بشین که شیشگرگ میشه. اگر روح خداوند رو اجازه بدین تو زندگیتون جهت بده و ببینید که خداوند چی کار میتونه در زندگی شما انجام بده. ما باید نباید فراموش بکنیم که روح خداوند چقدر میتونه تغییر بده. وقتی یه بار خودتون رو به خداوند بسپارید میتونید خیلی جلو بریم و تغییر بکنید. خیلی وقتاست که آدم های اطرافتون متوجه میشه که شما چقدر تغییر کردین، اینجاست که روح خداوند اجازه میده که شما روش بکنید و جلو بریم. باید حواستون به این باشه که روح خداوند داره حرکت میکنه. خیلی از آدم ها با روح خداوند نوازش پیدا میکنن، ولی خیلی وقتا با روح شریره که ما نوازش پیدا میکنیم و ما را آزاد میدن. وقتی که ما به گناه نزدیک میشیم، شریر و دیوها بیشتر به ما نزدیک میشن. دیوها میتونن ما را به جایگاه هایی میبرن که ما نمیخوایم درش باشیم. بعضی وقتا خداوند ما دعوت میکنیم که روزه بگیریم، دعا بکنیم تا تعالیم عالی داشته باشیم. حالا میخواییم به این نگاه بکنیم که روحمون چقدر میخواد که این کار بکنه. روح و قدوس میخواد که ما خواسته خداوند رو انجام بدیم. یعنی که توی بابی که خوندیم، یعنی میگه که روح و قدوس قلب آدم ها رو نوازش کرد و اونها خواستن که هزینه بکنن برای خانه خداوند. چیزی که خوندم، خداوند ما رو هیچ وقت تحت فشار قرار نمیده که خواستش رو انجام بده. پیشش میشه میگه که ما میتونیم کتاب اشعیا 1:19. حالا چرا خداوند ما رو جهت میده؟ برای اینکه بخواد ما رو زندگیمون رو سخت بکنه؟ نه، خداوند نمیخواد ما رو جهت بده چیزایی که دوست دارین ازتون برداره. خداوند ما رو جهت میده تا ما رو بتونه برکت بده. خداوند برکت برای ما کنار گذاشته، خداوند درهای باز رو برای جلو ما گذاشته و خداوند میتونه ما رو برکت بده. اگر ما بخوایم گوش بدیم به حرفش، خداوند میتونه ما رو برکت بده.
خداوند میبینه که ما چجوری میتونیم آزادانه برای زندگیش برای خداوند حرکت بکنیم و با قلب آزاد بتونیم برای ملکوت خداوند هزینه بکنیم. حواستون به این باشه، خداوند واقعا شما رو برکت. آدمای اینجا هستن، شما میدونین که چجوری روح خداوند حرکت میکنه، شما میتونید شهادت بدین که روح خداوند چجوری شما رو برکت داده، چجوری درها رو براتون برکت، زندگی های زناشویی خوب، بچه های خوب و کارهای خوب و خادم بودن خوب، این دقیقا روح خداوند هستش و شما میتونه کمک میکنه و شما میتونین عکس عملشون بدین و میتونین تعالیم آلزش شما مشغول به چیزهای مرده ولی الان مشغول به چیزهای زنده و این حرکت روح القدس هست. خداوند خونهش رو با روح خودش میسازه و از طریق زن و مردهایی که میگن که باز هستش قلب شما، میگن که خدا این کار رو انجام بده. حواستون باشه که خداوند واقعا مشغول الان مثلا به خاطر اینکه کرونا هست و زندگی سخت‌تر شده، خداوند قبل از اومدنش میخواد که کلیساش رو خوب بسازه، میخواد قومی رو آماده بکنه که پر بشه از روح خدا و هیجان داشته باشن به خاطر کاری که میخواد انجام بده. چه کسی میخواد که اومدن عیسی مسیح نزدیک بشه؟ آمین. چه کسی دلش میخواد که عیسی مسیح بیاره؟ ما آرزومون هستش که خداوند بیاد و ما رو با خوش ببره و برای همین داریم کلیساش رو میسازه. برای هر کسی جور دیگه هست. کشی سرگر گلوبه یه جایی توی روسیه است و یادم میاد که گفتش که من زمانی که جوان بودم وقتی برای اولی ما اومدم به زوله برای کنفرانسی توی هلند، حالا میبینی که واقعا چقدر خوبه اونجا. یه موعظه بود، موعظه رو واقعا با هیجان نوازش میکنه و عکس العمل نشون میده روی موزه. ما مشغول بودم، الکل میخوردم و همه کار انجام میدم. تو روسیه خیلی از آدم ها واقعا اعتیاد دارن به الکل و خودکشی میکنن حتی بابت این، و عکس العمل نشون داد. و هنوز حتی الان که اونجا محدودیت هایی هست به خاطر کرونا دارن واقعا کلیساشون روش میکنه و چند تا از زن و مرد هاشون رو به کشورهای دیگه فرستن، ویتنام، کوبا، مغولستان ببخشید. حتی خداوند روی جوان ها عکس العمل نشون میده و میره اونجا، میره روسیه. ارتدوکس هستن، نمیخوان که کلیساهای بشارتی داشته باشن. پوتین خیلی چیزها رو ممنوع کرده، یهوه اونجا مشغول نیستن، راحت نیست، ولی با روح خداوند رفت به اونجا و تونست روح خداوند خیلی چیزها رو بسازه. خداوند روحش رو به یک نفر تقسیم کرد و اون هم قبول کرد و رفت جلو. حالا چه کسی امروز روحش باز هستش تا بتونه خداوند رو تغییر بده، بگی خدای من صدای شما رو میشنوم شما چی میگه، من میخوام که عکس العمل نشون بده. شاید واقعا نمیخواد. یه با یه پسر دیروز صحبت کردم تو خیابون، واقعا میگفتش که نمیخوام واقعا الان انتخاب کنم، خیلی رو راست باش. متوجه شده واقعا عیسی مسیح، گفتن چه چیزی جلوتو میگیره؟ دوستام، بری بیرون بگردی، الکل بخوری. گفت من خیلی دوست ندارم الکل بخورم، ولی هنوز یه چیزی بود درونش که جلوش رو میگیره. روح خداوند نوازشش کرده بود ولی هنوز نتونسته بود انتخاب بکنه. روح خداوند با خیلی چیزها تقسیم میکنه در وجودمون، ولی ما باید بدونیم خیلی چیزها رو کنار بذاریم تا بتونیم خونه خداوند رو بسازیم. کشیش گلوبه که صحبت کردم تو روسیه هستش، در کنار کلیساشون و کارهایی که انجام میدن و اومدن برای کسایی که اعتیاد دارن جایگاه رو درست کردن و اونا رو میبرن اونجا و ترکشون میدن. و یکی از کسایی که قبلا اعتیاد داشت به خاطر اینکه اومد کلیسا توبه میکنه و در نهایت خوشم میشه کشیش، و به خاطر یک جوونی که یه موقعی توبه میکنه میره توی روسیه و چه تغییرات اونجا اتفاق میفته. یک جوون، شاید یه آدم پیر هستی، مهم نیست،
موسا 80 سالش بود. چه کسی اینجا بالای 80 سال؟ خدا من حتی خودش رو با آتش بهش نشون داد. روح القدس به موسا گفت گوش کن من اینجا، و موسا عکس العمل نشون داد. راحت نبود، روح خدا من حرکت میکنه اونجاست که رابطه خیلی قوی با موسا و روح قدس اتفاق میفته. حالا اجازه بدین که سرمون رو ببینیم، پایین چشمامون رو ببندیم. حالا روح خدا من چی کار میتونه در زندگی من شما بکنه؟ آیا روح خدا من میتونه شما رو جهت بده تا شما خیلی چیزها رو بسازین؟ شاید این موعظه برای شما نباشه، به خاطر اینکه روح خداوند زمان نیاز داره، میخواد آدمها رو شفا بده، آزاد بکنه، امید بده. ولی روح خداوند من و شما رو جهت میده تا بتونه ملکوت خودش رو بسازه. آدمهایی که تالنت دارن یا نظر مالی، خداوند برکت میده، بخشنده ها و تالنت ها اینجا خونه خداوند رو دارن میسازن. حالا قلبتون به کجا حرکت داره میکنه؟ حالا روح خدا من شما چی کار میخواد که انجام بده؟ این خیلی عالیه که روح خدا من با کسایی که به صورت آزاد این کار رو انجام میدن ساخته میشه. بسیار عالیه دیدنش. حتی روح خداوند داره با شما تقسیم میکنه تا شما برای اولین بار اول توبه بکنید و زندگیتون رو به عیسی مسیح بسپارید. بگین که بله خداوند، من صدای شما رو میشنوم و میخوام عکس‌العمل نشون بدم. و این شروعش هستش. اگه این واقعا تا الان نداشتین، اگه خونه هستین و دارین اینو میبینین، میتونین الان دعا رو ببینید و خودتون دعا بکنید. اگه تا الان تصمیم نگرفتین ولی میخواین اکسال عمل نشون بدین، تجربه میکنین که روح خداوند داره در قلبتون رو میزنه و میخواد وارد قلبتون بشه، دستتون رو بیارین بالا. اگه امروز کسی اینجا هستش، بگی که میخوام که عیسی مسیح به در قلب من زندگی بکنه، تا الان تصمیم نگرفته، خداوند نگاه نمیکنه که شما چقدر مذهبی روش کردین. خداوند نگاه میکنه که دوباره متولد شدین یا نه، یا تغییر کردین در نام عیسی مسیح. اگه این اتفاق نیفتاده، دستتون رو بیارین بالا. شاید برگشتین به گناه، شاید یه موقع این تصمیم رو گرفتین ولی قلبتون وارد گناه های این دنیا شده، ولی میخواییم برگردیم. خداوند عصبی نیست، خداوند داره شما رو صدا میکنه. قلبتون رو به خداوند بسپارید. اگر برگشتین به گناه، دستتون رو بیارید بالا. خداوند میخواد شما رو کمک بکنه برگردین. کسایی که به گناه برگشتین، برگردین به خداوند. مسیحی ها، روح خداوند داره با ما صحبت میکنه، میخواد که ما رو جهت بده. روح یک روح هست که میخواد در خداوند، خودش میخواد در وجود من و شما بنوست. من نمیدونم خداوند در چه بخشی با شما داره صحبت میکنه، یا تجربه کردی چیزهایی رو که داره شما رو آزار میده. اجازه بدین که روح خداوند در وجود شما حرکت بکنه. خودتون رو به خداوند بسپارید. حتی عیسی مسیح هم برایش سخت بود که خودش به خواست خداوند برسونه. یه چیزی سر راهش قرار گرفت که برایش سخت بود. سه بار رفت دعا کرد و اونجاست که روح خداوند اومد و اومدن کمکش کردن. خیلی وقتا تو شرط سخت زندگی هستیم ولی روح خداوند هستش که من و شما رو جلو ببره. شاید روح خداوند داره با شما صحبت میکنه که از نظر مالی کمک بکنید. اونجایی که روح خداوند از بین میره، آدم ها دیگه بخشنده نیستن. روح خداوند رو نکشید. اجازه بدین که روح خداوند شما رو بلند کنه تا بتونین وظیفه رو داشته باشین، خادم خداوند باشین. حالا توی این جایی که هستی داری زندگی میکنه، روح خداوند داره با زن و مردها صحبت میکنه. عکس العمل نشون بدیم، تلاش بکنیم با من
همکار بشید و این کار انجام بدید. شاید خداوند داره با شما تقسیم میکنه، حالا به خاطر قدیم ها یا الان اکسال عمل نشون بدید، باعث چیزی جوری که خداوند ازتون خواسته. الان جایگاه عبادت باز هستش، میتونید این جلو دعا بکنه. شکر. Dank u wel, die deel. Dank u, Vader, met hart en met mensen hier. Yolo do 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 siti, kiala da da basata. Dank u, Vader. Dank u, Jezus, halleluja. Oh, Vader, deel met mensen. Oh, dank u voor uw geest, Vader. Deel met harten. Oh, help mensen, Vader. Bemoedig mensen. Geef mensen kracht, Vader. Halleluja. Halleluja, dank u, Jezus. Oh, sia da basanta. Passando quando da doce te colorosa ia la 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 di io loro senti il geest Vader, senti il geest Vader, senti il geest Vader, daar waar kracht nodig is, daar waar bemoediging nodig is, daar waar liefde nodig is. Mannen en vrouwen, zend uw geest, Vader. Zend uw geest, Vader. Spreek, Vader. Rodo Bobo Santa, Vader. Oh, Vader, deel met financiën. Deel met harten, Vader. Deel met bedieningen, Vader. Deel met mensen, Vader. En ik kan dat Santa, Vader. Oh, Santo, quando da bocete, coro da bocete. Mensen, ik ga met me bidden. Mag je gaan staan? Bid zo lang als je wilt. Neem mijn adem en sta. Nou wat ik ben. Heer, leid mij door uw geest. Geef u mijn hart. Geef u mijn wil. Van u neem mijn adem en stem in al wat ik ben. Heer, leid mij door uw geest. Amen, laten we God loven en prijzen. Halleluja. Halleluja. Kia baba santa quando da bossa. Ia la la da bossiente quando santo lo dosse. Solo do bolson con todo bolsito chia da bassanta. Alleluia, chia la da bolsiente in quando il santo roma. Alleluia. Misschien moet je bij jezelf wel eens afvragen van ja, waarom doet God dat? بعضی وقتا خودتون سوال میکنین که روح خداوند با من چی کار میکنه؟ میبینه شما. داره ما رو میبینه؟ شما رو، همه آدم ها رو، تمام آدم هایی که روی کره زمین هستن، روح خداوند داره با شما تقسیم میکنه. واقعا عجیب غریب. دلیل داره برای هر چیزی. حالا من نمیدونم که واقعا چرا داره این کار رو میکنه. خداوند برای چی داره این کار رو میکنه؟ خدای چی کار؟ حالا چرا با من؟ چرا کسی دیگه؟ نه، خداوند میدونه که چرا کارم. راجع به خودت کم فکر نکنه که روح خداوند با شما تقسیم میکنه. میخوام چند چیز انجام بده. شاید آدم های هستن که احساس میکنن که دیوها هستن و ما رو آزار میدن و من رو به
جاهایی میبره که شما نباید در اونجا باشی و نیاز دارین که پیروز بشین اگر میخواییم بیارین جلو بریستین. خیلی شاید هستین که میگه که نیاز دارین به کمک میتونی بیارین جلو برای جا. میتونم رو راست بشم و واقعا امید داشتم که تو بیاری جلو. من مطمئنم که خداوند میخواد جلو بره تو، قراره که واقعا جلو بری. تو کلیسایی رو داری برای دعا میکنی، بر من مهمه که تو اومدی جلو و خداوند قراره که برای تو قدم برداره و قراره اتفاقات بزرگ بیفته. درهایی که باید بسته بشن واقعا ببندشون. خدا من گفته که میخوام کمک تو کنم. چه درهایی هستی که باید ببندی؟ شاید خودت میدونی واقعا چه درهایی هستی ببندشون. نگاه نکن اونجایی که ضعیف هستی، دور شو ازش. عیسی مسیح گفت اگه دست چپ تو رو داره به گناه میبره ببرش، بندازش دور. منظور این که اگه چیزی تو رو به اون نقاط ضعفت نزدیک میکنه دور کنه خودت. اینجاست که خداوند تو رو نجات میده. حتی نیاز نیست طولانی مدت طول بکشه، خیلی سریعتر از اون چیزی که میخواه تغییر میکنه. میدونم که آرزوشو داری، دستاتو بیار بالا بگو ای پدر آسمانی، میخواه یه تغییر در قلب من ایجاد بکن، چیزی که خودم نمیتونه، من را آزاد بکنه. هر چیزی که بشه بحث هست، هر اعتیادی که هست، خونه عیسی مسیح من را آزاد بکن، من را نجات بده تا تمام درها رو ببندم برای چیزهایی که من را آزار میده. در نام عیسی مسیح طلبینم. آمین. کلیسا با من دعا بکنم باش. یارر یالن یارم باباسی دی دی یارر یالر یالر یارر دی 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 یارر یارم باسی ریالا 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 مرسی که تونستی من دعا بکنه. اگه کسی هستش که پر نشده از روح قدس و هنوز روح خداوند رو دریافت نکردیم، به زبانهای مختلف نمیتونیم صحبت بکنیم، میتونیم بیارین جلو، میتونیم بیارین جلو بیستین و دعا بکنم. بگید که میخوام که به زبانهای مختلف صحبت بکنم، میخوام که اینو دریافتش بکنم، میخوام قصه تعمید بشم در روح قدس. از دیدن که یه بار دیگه ما همگه شعر رو بخونیم. این آرزوی من است شعر. Alles wat in mij is. Alles wat in mij is. Wijs ik u. Wat mijn hart verlangt. Is in u. Heer, ik geef u mijn hart. یه کار دیگه انجام فراموش کردم این انجام بدم. یک عکس که من گرفتم روی نتفلیکس هم میخوام راجبش صحبت بکنم.
خیلی وقتا در روح خودم این رو احساس میکنم و اینکه ما فراموش میکنیم پیشتری چجوری از نظر مالی ما رو ضربه میزنه. ما روح خداوند داریم که با همون حرکت باید بکنه. من موعظه راجب پول نه، ولی خیلی هستش که شریر روی پول شما نشسته، دروغ به تو میگه، تو نمیتونی بخشنده باشی، یک دهم تو رو نمیدی، باید نگهش داری برای خودی، یا شاید ناامید شدی یه جایی، شاید یه موقعی کار کردی به خیلی از آدم ها دروغ میگه، شما بخششو میدی ولی همه شدی بخشو که باید بدی انجام نمیدی. خیلی از آدم ها هستن که سری با شریر یکی نشه. خیلی از آدم ها تو کلیسا اینجوری هست. حالا دلیلی که گفتم چی هستش؟ برای اینکه نمیخوام پولتون رو ازتون بگیرم، شما باعث میشه که روح خداوند درتون حرکت نکنه. خیلی از آدم ها میتونه خادم باشه، میتونه کسی باشه که برای کشورهای دیگه برن تا بتونن کار دیگه ای رو انجام بدن. برمیگرده به توبه کردن آدم های دیگه. من نمیدونم واقعا به چی رب میتونه داشته باشه. ما باید سر شریر رو زیر پاهامون بذاریم. وقتی که خداوند از نظر مالی میگه که کاری انجام بدیم، که برای اینکه میخواد که ما بخوایم به صورت آزادانه این کار انجام بکنیم، ولی موضوع مثلا راجع به یک دهم نبود. خداوند این کار رو نمیکنه که شما زندگیتون رو بخواد سخت بکنه، ولی نمیخواد میخواد که شما برکت بیشتری ازش دریافت بکنی. هر چقدر که پولتون بیشتر باشه، مارتون بزرگتر و بزرگتر میشه. ولی از روز اینکه بهتون بگن که این واقعیته، حواستون باید باشه. چهارشنبه این رو دیدم، که ماری که روی پول هستش، رفتم شروع کردم به سرچ کردنش توی گوگل و دیدم که واقعا مار رو زدم. با پول دیدم که اومد، ولی احساس کردم که اینو باید واقعا توی کلیسا نشون بدم. واقعا مار روی پولمون میشینه. مار همون نشونه شریر هستش، باید رها بکنه. و خداوند داره باید صحبت میکنه، خداوند میخواد ملکوتش رو از طریق شما بسازه. آدم هایی که به صورت آزادانه بخشنده هستن و این کار رو انجام میدن. خصوصا اینکه در دعا مازر ببندن. خدای مرسی وقت بزرگیتون و خوبیتون. خدای مرسی که شما روی سر شریر ایستادی. خدای مرسی که با زن و مردها تقسیم کردین تو تمام بخش زندگی. مرسی که خداوند جلو میریم خاطر ساختن ملکوتتون روی زمین. خدای برنامه‌تون رو کامل بکنید توی روزهای آخر دنیا، تا آدم ها اصلا عمل نشون بدن و حرف گوش بدن به صدای شما. در نام عیسی مسیح طلبیدم، آمین. مرسی بابت زمانتون، میبینمتون. کسایی که تو خونه نگاه کردن، مرسی که نگاه کردین. تا بعد، ده پناه خداوند باشید.